تاریخی پرغنوات و میراث بوی فرهنگی طبیعتی نادری سر و برنگ و موزه‌های بیشتوسوی تاجیکستانی عزیز زمینه استواری رشد برای ساحه سیاحی به حساب رفته، ساحه مذکور به صفت منبع با اعتماد رشد اقتصادیات ملی ارزیابی می‌گردد. از این بود که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دو مرحله برنامه رشد ساحه مذکور را قبول نمودند که این تکان بخش ساحه‌های مذکور شد. همچنین برای رشد ساحه سیاحی کشور شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان و شوراهای جمعیتی در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور فعالیت دارند. این اوا جلسه سیاری شورای جمعیتی در شکل میز مدور یکجویا با شورای جمعیتی ناحیه بلجوان در موضوع معرفی ارزنده تاجیکستان به جامعه جهانی توسط رشد ساحه سیاحی در دوره تشکل سیستم نو مناسبات‌های بین‌المللی در ناحیه بلجوان با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. نخست مهمانان از گوشه های آرایفته هنرهای دستی مردم ناحیه بلجوان دیدن نمودند. قید نمودند به موارد است که توسط پیام امسالای سرور دولت صحیفه های کار و پیکار ملت تاجیک را ورق گردان نموده، راه های تحکیم منبعده رشد استوار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت را معین نمودند. همچنین پیشوای ملت ابراز داشتند که در راه انکشاف صنعت دستی معماهای گوناگون نهفتند. حتی برخی از آنها در ناحیه شمالی تاجیکستان قریب از بین رفتند. بنابر این حالا ضرورت حل مسئله های مربوط به رشد این نمود صنعت به میان آمده است. پس از تماشا و دیدن نمودن مهمانان از این گوشه نمایش هنرهای مردمی، سپس کار جلسه آغاز گردید. نخست اشتراکچیان شورای مذکور و معاون رئیس ولایت ختلان شریفی فیروزه به حاضرین شناس نموده، در جلسه مذکور مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مساله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عزیزاده شهرت، رئیس ناحیه بلجوان جلیلزاده شیرعلی، معاون رئیس ولایت ختلان شریفی فیروزه، کاتب هماهنگسازی شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان سیدوف نورعلی، معاون رئیس کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امیربیگزاده حبیب الله، مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان شاهزاده دلشاد، همچنین راهبران تشکیلات های جمعیتی، مرکزهای سیاحی و اعضایان شورای مذکور اشتراک داشتند. نخست روزنامه جلسه را کاتب هماهنگسازی شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان نورعلی سعیدوف با اشتراکچیان معرفی نمود. در این برابر اعضایان دعوت شده شورای جمعیتی را برای اشتراکشان در جلسه مذکور اظهار تشکری نموده، ابراز داشتند که صحبت ها و مبادله افکار که در دایره این واخوری صورت میگیرد برای اشتراکچیان جلسه امروزه خیلی مفید خواهد بود. همچنین در جلسه مشاوری بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مساله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عزیزاده شهرت به سخن برآمده، ابراز داشتند که پیشوای ملت به ساحه سیاحی دقت مخصوص داده، با نظرداشت ذخیره های بزرگ سیاحی جمهوری و استفاده وسیع آن تا چند سال اخیر منتظم قید می نمایند که مساله رشد سیاحی، صاحبکاری، انفراستراکچر و جلب سرمایه یکی از ساحه های مهم و افضلیتناک رشد اقتصادی ملی محسوب می‌یابد. در دوران صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد مکمل نمودن زمینه معیاری حقوقی ساحه زیاده از 30 سند معیاری حقوقی و تنظیم کننده قبول نموده که برای رشد ساحه شرایط مساعد فراهم آورد. همچنین معاون رئیس ولایت ختلان شریفی فیروزه در جلسه مذکور همچون وکالتدار رئیس شورای جمعیتی ولایت ختلان اشتراک نموده، اشتراکچیان کار جلسه را از نام رئیس ولایت ختلان محترم قربان حکیمزاده خیر مقدم گفته، ابراز داشتند که استقلالیت دولتی شرایط فراهم آورد که رشد تمام ساحه ها در زمینه سیاست نیکبینانه پیشوای معظم ملت در کشور تامین کرده شود. همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر سمت های افضلیتناک جامعه و ساحه توریسم همچون سمت سردرآمد توجه مخصوص ظاهر نموده، برای رشد منبعده آن زمینه مناسب را فراهم آورد. همچنین قید نمودند که برای قبول سیاحان و فراهم آوردن شرایط مناسب برای آنها در حدود ولایت 107 عدد مهمانخانه، 130 عدد موزه های سیاحی، 134 عدد استراحتگاه ها، 132 عدد طربخانه، 43 عدد آثارخانه ها، 118 عدد چایخانه، 283 عدد بانکمات های خدمت رسانی، 61 عدد خمسه و گست هاوس ها، 88 عدد مغازه های فروش ارمغان ها، 115 عدد زیارتگاه ها، 43 عدد باغ های فرهنگی فراغتی و گلگشت ها، 83 عدد اشاره های سریراهی موجود می باشد که همه روزه به سیاحان خدمت می رسانند. همین طریق معاون رئیس کمیته رشد سیاحی
نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امیر بیگزاده حبیب الله در کار جلسه قید نمودند که کمیته با مقصد تطبیق باثمر برنامه رشد سیاحی کنفرانس ها و سمینارهای آموزشی را با مقصد بهداشت صفات زندگی اهالی منطقه دوردست جمهوری برگزار می نماید. همایش امروز نیز دوام تطبیق صفاتناک همین هدف ها بوده. از دیگر طرف برگزاری چورابینی مذکور با بلند برداشتن فهمیش جامعه جهت عاقلانه استفاده نمودن اقتدار موجوده و در همین زمینه ترقی دادن توریسم بین المللی در کشور مساعدت می نماید. در آخر کار جلسه در برابر موفقیت های ساحه همچنین کمبودی های جای داشته نیز شنیده شد. بنابر سبب نارسایی متخصصان ساحه سیاحی و راهبلدان داننده زبان های خارجی و دیگر مشکلات و مسئله های جای داشته ساحه از جانب اشتراکیان پیشنهادها گفته شده در پروتکل جلسه قبول گردیده مسئولین وظیفه دار گردیدند که برای حل و فصل آن چاره های ضروری اندیشند. با همین کار جلسه سیاری شروع جمعیتی یکجوی با شروع جمعیتی ناحیه بلجوان در موضوع معرفی ارزنده تاجیکستان با جامعه جهان توسط رشد ساحه سیاحی در دوره تشکل سیستم نوی مناسبت های بین المللی در ناحیه بلجوان با انجام رسید. در جلسه شروع جمعیتی جمهوری تاجیکستان مورد محاکمه قرار گرفتن حالت رشد سیاحی در ناحیه بلجوان، پرابلم ها و راه های حل آنها مورد محاکمه قرار گرفتن نشان از توجه خاصه رهبریت دولت حکومت به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نسبت به رشد سیاحی در ناحیه بلجوان به حساب می رود، چون که ناحیه بلجوان در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان همچون منطقه توریسم بین المللی اعلام گردیده سال از سال شماره تشریف سیاحان داخلی و خارجی با نظرداشت استفاده امکانات های موجوده رشد یافته ایستاده است. خوشبختانه امروز ما در جلسه شروع جمعیتی اشتراک نمودیم و مسئله هایی که در این جلسه برگزار گردیدن و از طرف شخصان علاهیده آنها معروضه و معروضه کرده شدن ما بسیار مسئله ها را فهمیدم، زیرا که علاقه من فهمیدم که در باره از کادرهای محلی تیار نمودن زنون، دختران و پسرانی که برای به مهمانی قبول کردن شخصان از خارج کشور آمده باید تیار باشد. بنابراین ما زنون کوشش به خرج می دهیم که ما مهمانان را با طوری نمونوی با صنعت بزرگی تاریخی و معماری فس کردیم خودمون آنها رو پیشواز بگیریم.